بسم الله الرحمن الرحيم فزيلتي تسبيح وتحميد وتحميد وتحليل وتكبير. فضل التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير. قال صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمودند هر کس روزانه 100 بار سبحان الله و بحمدی بگوید گناهش بخشیده می شود اگرچه به اندازه کفی دریا باشند. و قال صلى الله عليه وسلم: من قال لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرار كان كمن اعتق 4 انفس من ولد اسماعيل. پیامبر صلی الله علیه و سلم می فرمایند هر کس دعای زیرین را 10 بار بخواند مانند کسی است که 4 تن از فرزندان اسماعیل علیه السلام را آزاد کرده است. لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هیچ معبودی بر حق جز الله وجود ندارد، یکتاست و شریک ندارد، پادشاهی و ستایش از آن او است و او بر هر چیز توانا است. و قال صلی الله علیه و سلم: کلمتان خفیفتان علی اللسان، ثقیلتان فی المیزان، حبیبتان الی الرحمن، سبحان الله و بحمده، سبحان الله العظیم. ابو هریره رضی الله عنه میگوید رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند هر کس در پگاهی و بیگاهی 100 بار بگوید سبحان الله و بحمدی در روز قیامت هیچ کس عمل بهتر از او با خود همراه نخواهد داشت مگر کسی که این دعا را همانند او یا بیشتر از آن خوانده باشد. و رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرمایند 2 کلمه وجود دارد که به آسانی به زبان می آید و در ترازوی اعمال سنگین تر است و نزد پروردگار رحمان محبوبند: سبحان الله و بحمدی، سبحان الله العظیم. الله پاک و منزه است و او را ستایش می کنیم. پروردگار عظیم پاک و منزه است. فایده های حدیث: فایده اول، در روز قیامت حقیقتاً ترازو وجود دارد و اعمال و وزن گذاشته می شود. والوزن یومئذ الحق، سوره اعراف آیه 8، ترازو در آن روز حقیقت دارد. فایده دوم، اثبات رحمت فراگیر الله تعالی که در مقابل عملی کم و خالص پاداش بزرگ و چند برابر می دهد. فایده سوم، جایز بودن دعا به شرطی که خالی از تکلف باشد. فایده چهارم، اثبات صفت محبت برای الله تعالی و این محبت در برگرنده کسی می شود که رسول الله صلی الله علیه و سلم را دوست داشته و از او پیروی کرده، چنانه که الله تعالی فرموده است: بگو اگر الله را دوست دارید از من پیروی کنید تا الله شما را دوست بدارد. در اینجا گفتنی است که امام بخاری کتاب صحیح خود را با بحث توحید به پایان رسانیدند و در آخر کتاب همین حدیث را آوردند تا این مطلب را برسانند که به پاکی بیان کردن الله سبحانه و تعالی و برای دانستن وی از شرک پایه و اساس توحید است. و قال صلی الله علیه و سلم: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. إنچنین می فرمایند اگر من سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر بگویم نزد من از آن چی که آفتاب بر آن طلوع کرده است، یعنی همین دنیا، دوست داشته تر است. فایده های حدیث: فایده اول،
خورچمردن دنیا و متاع آن، چنانه که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند اگر دنیا نزد الله به اندازه قناتی پشه ارزش داشت، به کافران یک قطره آب نمیداد. حدیث صحیح در سنن ابن ماجه. فایده دوم، نعمت حقیقی همان نعمت های همیشگی بهشت است. فایده سوم، به زیاد گفتن این کلمه ها تشویق شده است. فایده چهارم، ذکر الله سبحانه و تعالی نزد پیامبران و نیکان از خوراک لذیذتر و از آب خنک گواراتر و لذیذتر بوده است. و قال صلی الله علیه و سلم ایا عجز احدكم ان یکسب كل یوم الف حسنه فساله سائر من جلسائه کیف یکسب احدنا الف حسنه قال يسبح مئة تسبيحة فيكتب له ألف حسنة أو يحط عنه ألف خطيئة. و می فرمایند آیا کسی از شما می تواند روزانه هزار نیکی به دست آورد؟ یکی از کسانی که در این مجلس حاضر داشت پرسید چگونه یکی از ما می تواند هزار نیکی به دست آورد؟ فرمودند هر کس صد بار سبحان الله بگوید برایش هزار نیکی نوشته می شود یا هزار گناه از او بخشیده می شود. فایده های حدیث. فایده اول، بیان این که صحابگان سنت های پیامبر صلی الله علیه و سلم را تکرار می کردند و آن را به دیگران می رساندند. فایده دوم، زیاد گفتن ذکرهایی که در شریعت به ثبوت رسیده است سبب جلا دادن قلب و دور شدن از گناه است. فایده سوم، ذکر الله تعالی سببی از بین بردن گناهان می شود برای آنکه حسنات گناه ها را از بین می برد. و این چنین می فرمایند هر کس سبحان الله العظیم و به حمدی بگوید یک درخت خرما برایش در بهشت کشته می شود. و این چنین می فرمایند ای عبدالله ابن قیس، آیا تو را به گنج از گنجهای بهشت رهنمایی نکنم؟ گفتم بله ای رسول الله. فرمودن بگو لا حول ولا قوت الا بالله. و رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن چهار کلمه نزد پروردگار از همه کلمه ها محبوب تر است. سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر. با هر یک از آنها که شروع میکنی هیچ باکه ندارد. یک صحرانشین نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم آمد و گفت جمله به من تعلیم دهید که تا آن را ورد زبانم سازم. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند بگو لا اله الا الله وحده لا شریک له، الله اکبر کبیرا، والحمد لله کثیرا، سبحان الله رب العالمین، لا حول ولا قوة الا بالله العزيز الحكيم. آن مرد گفت این جمله ها از آن پروردگار است، برای خود چی بگویم؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که بگو اللهم اغفر لی وارحمنی واهدینی وارزقنی. بار الها مرا ببخش و به من رحم کن و مرا هدایت کن و به من روزی عنایت فرما. هرگاه شخص مسلمان می شود رسول الله صلی الله علیه و سلم نماز را به او تعلیم می دادن. سپس امر می کردن که با این جمله ها دعا کند اللهم اغفر لی وارحمنی واهدینی وعافینی وارزقنی. بار اله مرا ببخش و به من رحم کن و مرا هدایت کن و عافیت بخش و به من روزی عطا فرما. و پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند که بهترین دعا الحمدلله و بهترین ذکر لا اله الا الله است. و باقیات الصالحات یعنی نیکی های جاودانه عبارت است از سبحان الله و الحمدلله، لا اله الا الله و الله اکبر و لا حول ولا قوه الا بالله. فایده های حدیث. فایده اول، فضیلت زیاد این ذکر به خاطر اینکه در برگرنده مفهوم توحید، ایمان و تقدیر است.
فایده دوم هدف اساسی از ذکر الله پیوند دادن بنده در هر حال با آفریدگارش می باشد. فایده سوم تشویق به انجام عملهای نیک تا فایده برای پس از مرگ باشد.